سخن پانزدهم از قصه سهراب و رستم. به نام خداوند جان و خرد، کز او برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر تو هم میهن، که روز روشن را بر دین مداران ستمگر بی آزرم همچون شب تار نموده ای، و خواستار آنی که ستاره درخشان ایران اهورایی همچنان فروزان و عالم افروز گردد و علم و دانش و ملیت و مدنیت ایرانی بر سیره دین مداران جاهل چیره بشود و آیندگان در پناه راستی و صداقت و الفت و عشق و دوستی زندگی آرامی داشته باشم. و سپاس بر شما که مرا یاری می دهید تا با فرزندان آزاده میهنم سخن بگویم. یادتون هست که رستم در میدان رزم زمینگیر شد. سهراب شیر دل راست قامت جهان را بر او تاریک کرده بود. به این جهت رستم از روی درماندگی به سهراب گفت که شب فرا می رسد، بهتر آن است که جنگ را به پایان ببریم تا صبح فردا که باز در مقابل هم بایستیم. برفتند و روی هوا تیره گشت، ز سهراب گردون همی خیره گشت. تو گفتی ز چنگش سرشت آسمان، نیاساید از تاختن یک زمان. وگر بار زیرندرش آهن است شگفتی، روانش و روین تن است. شب تیره آمد سوی لشکرش، میان سوده از جنگ و آهن برش. هوا به تدریج روی به تاریکی آورده بود. هر دو پهلوان از هم روی برتافتند و دل خسته و کوفته جسم به اردوگاه خودشان بازگشتند. چو خورشید رخشان برآورد سر، سیه راغ پران فرو برد پر. تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر اژدهای دمان. سپه را دو فرسنگ بود در میان، کشادن نیارست یک تن میان. بیامد بران دشت آوردگاه، نهاده به سر بر ز آهن کلاه. رستم که تمام شب رو با خوابهای آشفته به سر برده بود، هنوز ستاره سحری در افق پیداش نشده بود که هراسان از جای برخاست. لباس رزم پوشید، سوار بر رخش، با دلی آکنده از اضطراب و روحی آشفته روی به میدان آورد و منتظر شد تا سهراب جوان به اردوگاه روی بیاورد. و زان روی سهراب با انجمن همی می گساری تا رود زن. و هومان چنین گفت که این شیر مرد، که با من همی گرددن در نبرد. ز بالای من نیست بالاش کم، به رزم اندرون دل ندارد دژم. برا کتف و یالش همانند من، تو گویی که داننده برزد رسن. در اردوگاه سهراب که تمام شب رو به میگساری و شادکامی گذرانده بود، با تو معنینه اما دل و قلبی آکنده از افکار پریشان، روی به هومان کرد و گفت که این شیرمردی که مقابل من ایستاده بود، قد و بالایش به اندازه خود من است. مثل یک شرزه می جنگد، هیچ کم از من ندارد. اما اسمش رو به من نگفت، نمیدونم که کی بود. ولی هومان به دستور افراسیاب همچون خاموش ایستاد تا مبادا کلامی بگوید که نشانی از رستم یا پدر سهراب باشد. سهراب می گفت که ز پای و رکابش
همی مهر من به جنبت به شرم آورد چهر من. نشانهای مادر بیابم همی، به دل نیز لختی بتابم همی. گمانی برم کو همان رستم است، که چون او نبرده به گیتی کم است. نباید که من با پدر جنگ جوی، شوم خیر روی اندر آورم به روی. ای هومان، من وقتی از پای تا سر این مرد جنگی رو نگاه میکنم، بی اختیار نسبت به او عشق میبرزم. مهر و الفت در دلم خار خار میکنند، برای اینکه همه نشونهایی که مادرم برام تعریف کرده در اون میبینم. فکر میکنم که این دلاور همان رستم پدرم هست که مقابلم ایستاده. به این جهت گاهی دستم نمیره تا شمشیر یا نیزم رو به سوی او بگیرم. با شرمندگی از خودم میپرسم که راستی اگه این همان رستم پهلوان یعنی پدرم باشه، چگونه امکان داره که من به روی او شمشیر بکشم؟ اما هومان متقلب دروغگوی هیلگر چنین میگوید. بدو گفت هومان که در کارزار رسیده است رستم به من چند بار. شنیدم که در جنگ مازندران چه کردان دلاور به گرز گران. بدون رخش ماند همی رخش اوی، ولی که ندارد پی و پخش اوی. هومان که مأموریت اصلیش در این است تا هرگز نگذارد سهراب رستم را شناسایی بکند، رو کرد به او و گفتش که من رستم رو خیلی خوب میشناسم، به خصوص که چندین بار در جنگ های گذشته با او روبرو شدم. به علاوه شنیدم که در جنگ های مازندران با دلاوران و دیوانان دیار چه کرده بود. این اسبی را هم که این جنگجوی دیروزی سوار بود اتفاقا شبیه رخش رستمه، اما رخش رستم خیلی چابکتر و فرستره. نمیدونم که این جنگجو کی هست، ولی میدونم که رستم نیست. به شبگیر چون بردمید آفتاب، سر جنگجویان برآمد ز خواب. بپوشید سهراب خفتان رزم، سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم. بیامد خروشان بران دشت جنگ، به چنگ اندرون گرز گاو درنگ. سهراب جوان با افکار در هم ریخته و مشوش از اینکه رستم را هنوز نشناخته، از همه بالاتر اینکه اصلا دلش نمیخواد که با این هماوردی که دیروز مقابلش ایستاده بود به جنگ بپردازد، روی به میدان آورد. وقتی به رستم رسید بی اختیار سر فرود آورد، روی به او کرد و با مهربانی پرسید. ز رستم بپرسید خندان دو لب، تو گفتی که با او به هم بود شب. که شب چون بودی روز چون خواستی، ز پیکار دل بر چاراستی. شنوندگان گرامی من، قصه عجیبی است که فردوسی بزرگ با شایستگی کامل این بی همدلی و نابخردی مردی چون رستم را به قلم کشیده. سهراب جوان است، قلب و دلی همچون آینه دارد، صاف و بیغش، بدون تجربه، هنوز خطوط سیاه دغلی و حیله ورزی را نیازموده تا بر روح و روانش اثر گذاشته باشد. هر چه در دل و قلب روشنش می گذرد مثل یک آینه صاف و درخشان در چهرهش عیان می شود. بدین سبب هنگامی که با رستم روبرو می شود، از خوشحالی بشرش از هم باز می گردد. شروع می کند به خندیدن، انگار که همه شب رو با رستم در یک آرامگاه به میگساری گذرونده. روی به او می کند و می گوید که ای شیرمرد، بگو ببینم شب رو چطور گذروندی؟ آیا خوب خوابیدی؟ راستی صبح چه وقت بیدار شدی؟ بعد خوابی و افکار ناراحت که آزارت نداد؟ اما ای پهلوان، دلم میخواد که به من بگی الان که ما رو روی هم ایستادیم چی فکر میکنی؟ امروز چه رزمی رو پیریزی کرده ای؟ ای دوست شنونده عزیز،
کمی توجه کن. انگار نه انگار که اصلا اونجا میدان جنگه. درست مثل اینکه سهراب با پدرش سر میز صبحانه نشستن. و یا اینکه با یه دوست مهربانش داره درد دل میکنه. دلش میخواد افکار او رو بخواند و به جای افکار شوم و رزم و جنگ او رو به گفت و شنود وادار بکنه و با سرخوشی ساعتی رو با او بگذرانه. به این جهت رو میکنه به رستم و میگوید که زکف بفکن این گرز و شمشیر کین، بزن چنگ بیداد را بر زمین، نشینیم هر دو پیاده و هم، به می تازه داریم روی دژم، به پیش جهاندار پیمان کنیم، دل از جنگ جستن پشیمان کنیم. ای دوستی که به من گوش میکنی، درست به این صحنه بیندیش که چه روزگار غریبی است. سهراب جوان با شیفتگی میگه اصلا چرا ما باید با هم جنگ کنیم؟ ما که همدیگر را حتی به درستی نمیشناسیم، دشمنی هم که با هم نداریم. پس ای پهلوان بیا این ستیز و جنگ بی حاصل رو دور بریزیم، این گرز و شمشیر رو که حاصل کین ورزی هست به کناری بیاندازیم، از این اسب ها پیاده بشیم، با هم بریم توی سبززارها، فارغ از هر خصومتی ولو بشیم، این روی دژم و روح پرخاشگرمون رو با می ارغوانی با شراب انگوری بشوریم، دلمون رو با سخنان شیرین تازه کنیم و قلب های من رو با هم نزدیک سازیم و در حضور آفریدگار بزرگ با هم پیمان ببندیم که دست از جنگ و ستیز برداریم و به سوی آرامش و دوستی و صفا روی بیاوریم. ای پهلوان خودت رو با جنگ با من خسته نکن، به من تا کسی دیگر آید به رزم، تو با من بساز و بیارای بزم، دل من همی بر تو مهر آورد، همی آب شرمم به چهره آورد. سهراب که فقط برای شناسایی پدر چنین راه درازی را پیموده و حالا هم تمام کوششش آن است که هر طور هست نام نشانی از پدرش بشنود، از همه بالاتر این جنگجویی که مقابلش ایستاده را در هیئت و هیبتی میبیند که مادرش نشانی هایش را داده، دیگه بیتاب شده، دلش میخواد هر جوری هست زبان این مرد اخموی در کام کشیده رو باز بکنه. بهش میگه که میدونی چیه؟ اصلا بیا بریم یه گوشهی روی این سبززارها بساط بعض فراهم کنیم، با هم بنشینیم و میگساری کنیم، با هم گپ بزنیم، تو به تماشا بنشین و بگذار پهلوان دیگری با من به جنگ و ستیز برخیزد. بعد میگوید که همانا که داریز گردان نژاد، کنی پیش من گوهر خیش یاد، ز من نام پنهان نباید کرد، چو گشتی تو با من کنون در نبرد، مگر پور دستان سام یلی، گزین نام بر رستم زابلی. آخه ای پهلوان بزرگ، من نسبت به تو یک الگو و الفت خاصی پیدا کردم، دل من همین مهر ورزد به تو، آخه من اصلا خجالت میکشم که بروی تو شمشیرمو بلند کنم. ای بزرگ مرد بیا و دست از این رازداریت بردار و زمان باز کن و برایم هویت واقعیت را آشکار نما. به من راست بگو، من از این دو دلی و تردید بیرون بیار، بگو که امروز هم نورد من شده ای، همان رستم زابلی هستی، یعنی پسر سام نریمان. اما تمام التماس های نوجوان روشن دل پاک سرش بر دل سنگ و سیاه شده ای رستم تأثیر نکرد. او هرگز زبان نگشود تا نامش را فاش کند. راستی که چرخ و فلک چه بازی های عجیبی را به نمایش می‌گذارد که فردوسی بزرگ هم با تمام دانش و خردگرایش نمی‌تواند از این پیچیدگی سر در بیاورد. عاقبت رستم به حرف آمد، اما بدو گفت رستم که ای نامجوی، نکردیم هرگز چنین گفتگوی، ز کشتی گرفتن سخن بود دوش، نگیرم فریب تو زین در به گوش، نه من کودکم گر تو هستی جوان، به کشتی کمر بسته دارم میان.
بعد از همه التماس هایی که سهراب داشت، عاقبت رستم به سخن آمد. اما سخنی از سنگ سیاه سختتر. رستم گفتش که ای جوان پهلوان، ما قبلا با هم چنین گفتگوهایی نداشتیم. دیروز آخر وقت قرار گذاشتیم که امروز به کشتی گرفتن بپردازیم. ببین ای پهلوان، اگرچه تو جوان برومندی هستی، اما من کودک نیستم که با شیرین زبونی رام تو بشم. من به هر حال میبینی که آماده کشتی گرفتنم. بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود. بسی گشتم من نشیب و فراز، نیم مرد گفتار زرق و مجاز. رستم روی به سهراب کرد و گفتش که این حرف ها و شیرین زبیونی ها رو به دور بریز. ما قرار نداشتیم با هم اینجوری گفتگو بکنیم. دیروز موقعی که از هم جدا می شدیم قرار گذاشتیم که با هم کشتی بگیریم. حالا تو تصور می کنی که من یک کودک تازه چشم باز کرده هستم که با این قبیل سخنان فریب می خورم؟ یا این گونه شیرین بیانی ها عزم و اراده ام را در رزم با دست تو سست خواهد کرد؟ ای پهلوان، این حرف ها و شیرین بیانی ها رو فراموش کن. اگر علاقه مندی که به دنباله رزم دیروز ادامه بدهیم، از اسبت پیاده شو تا به کشتی گرفتن بپردازیم. سرنوشت ما را رزم آیندمان روشن خواهد کرد، نه مجلس بزم و میگساری. سهراب که به کلی از این برخورد سخت و سرد جنگجوی مقابلش سرخورده و مایوس شد، با دلی شکسته و روحی آشفته از اسب به زیر آمد. بدو گفت سهراب که ای مرد پیر، اگر نیست پند منت دلپذیر، مرا آرزو بود که بر بسترت براید به هنگام هوش از برد. اگر هوش تو زیر دست من است، به فرجام یزدان بیازیم دست. سهراب به ناچاری روی کرد به رستم و گفتش که ای جهان دیده مرد، که سخنان مرا حرفهای مجازی و فریبکارانه توصیف کردی و مورد قبولت قرار نگرفت. خیلی خوب، هر طور تو بخواهی آن میکنم. اما یادت بماند من آرزو داشتم زمانی که هوش و روان از تنت بیرون میرود، در بسترت باشی و در آن موقع اطرافت را دوستدارانت گرفته باشند. ولی تو اینطور میخواهی؟ آخر کار رو به پروردگار بزرگ می سپاریم و به کاری که تو می خواهی می پردازیم. اما یک بار دیگر یادآوری می کنم که آنچه تو می خواهی هرگز مورد علاقه من نیست، زیرا من نسبت به تو عشق می برزم. به این جهت اصلا دوست ندارم که در این آوردگاه جان و روانت را از تو بازگیرم. فرزند گرامی وطن، هفته ای را بر احوال رستم که در تاریخ به پهلوانی اسطوره ای معروف شده بیاندیش، که با سیاه دلیش چگونه سهراب جوان نیکندیش را فریب داد. تا برنامه بعد.